بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. امشب شب بسیار مهمی است و امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال دلهای ما را برای بهره برداری از فیوضات مجلس نورانی ابا عبدالله علیه السلام آماده بفرماید. یک صلواتی معبد کنه. بحث ما درباره حیات طیبه رسید و قدری دیشب درباره حیات صحبت کردیم. عرض کردیم که حیاتی را که ما به عنوان حیات طبیعی به بدن نسبت می دهیم در واقع آریه ایست، آرزی است. حیات مال روح و این بدن از خود حیاتی نداره. در واقع بدن فی نفسه مرده است. انک میتون و انهم میتون. حالا ما گاهی میگیم فلانی مثلا قلبش بیماره، چشمش بیماره، گوشش بیماره و منظورمون بیماری های بدنی و جسمی است، اما اینها در واقع به هیچ وجه دلیل بر نقصی در روح و حیات انسانی نیست. ممکنه یک کسی آسیب‌های جدی جسمانی داشته باشه ولی روحش نه تنها هیچ آسیبی ندارد، بلکه به خاطر همین مشکلاتی که تحمل می‌کند در قله عظمت باشد. معلولین، ولو معلولینی باشند که مادرزادی یا بر اثر سانحه حادثه باشه، یا کسانی که جانباز باشن که خودشون به خاطر خدا این اعضا را اهدا کردند، اینها جسمشون مشکلاتی دارد اما حیات روحی اونها هیچ آسیبی نپذیرفته، بلکه هر چقدر که از جسم خودشون مایه گذاشتند صدها مقابلش را در روح خودشون به عنوان نورانیت دریافت کردند. اگر عزیزانی در این مجلس بیماری دارند، مشکلی دارند، یا در خانواده و دوستان، بدانند گرچه سخت است اما انقدر در روز قیامت خداوند متعال به شما عطا می کند که نه تنها راضی خواهید شد، نه تنها فوق انتظارتان خواهد بود، و
بلکه میگید ای کاش من بیشتر مشکل داشتم. در روایات داره که اگر کسی تب داشته باشه انقدر بهش ثواب میدن در روز قیامت که فوق انتظارشه، انقدر برای مشکلات میدن که در یه روایت دیگه داره که تمنا میکنن، آرزو میکنن که ای کاش در دنیا بدن ما با مقراض با قیچی تیکه تیکه شده بود. اینقدر به کسانی که سختی میکشن تو دنیا و صبوری پیشه میکنن داده میشه. در همین سوره نحل قبل از آیه من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، قبلش راجب صابرینه، هم راجب صابرین هم راجب اینهایی که حیات طیبه دارند یک تعبیر مشترکی وارد شده. ببینید لطف خداوند متعال چقدر است به کسانی که صبر پیشه می کنند در راه طاعت، در راه بندگی با سختی ها دست و پنجه نرم می کنند ولی خودشون را، روحیه‌شون را از دست نمیدن. میفرماید لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. صابرین و کسانی که ایمان و عمل صالح انجام دادن و به حیات طیبه رسیدند، پاداشی که به اونها میدهیم مطابق کارهاشون نیست. اینطور نیست که اگر فرض کنید یک کسی 10,000 تا نماز خونده، هر نمازشون را به تناسب اون نماز پاداش بدیم. مثلا فرض کنید اگر ما بخوایم درجه بندی کنیم، یه نماز مثلا 5% خلوص داشته، 5% عیارش بوده، اونو مطابق اون بهش پاداش بدیم. یه نمازش 10% عیارش خلوص داشته، مطابق او بهش بدیم. یکی 50% بوده، یه نماز داشته خیلی عالی بوده، حضور قلب داشته، خلوص داشته، خودش رو هیچی حساب نمی کرده، اونم اونجوری پاداش بدیم. نه، خداوند متعال میفرماد این افراد را، ببینید محبت خدا را، رحمت خدا را، میفرماد این افراد را بهترین کارشون را انتخاب میکنیم و تمام کارهای از اون سنخ را به همون معیار پاداش میدهیم. بهترین نماز عمرش را میگیریم، همه نمازاشو طبق اون پاداش میده. بهترین زیارتش، بهترین احسانش، بهترین صدقش، بهترین مجلسش، طبق همون همه کارهای مطابق با او را پاداش میده. آیا شما غیر از خداوند متعال کسی رو سراغ دارید که اینطوری پاداش بده؟ اگر مثلا فرض بفرمایید انسان برای یک شخصی، یک شرکتی جایی کار بکنه، ببینن بهترین کارش چی بوده و تمام اون سالهایی که براشون کار کرده طبق همون بهش بدن، چنین چیزی شما سراغ دارید؟ اما خداوند اینطوره. بعد راجع به صابرین از اینم بالاتر میره. شما ممکنه دیگه از این بالاتر دیگه چی میشه؟ از این بالاتر این است که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اصلا
اینا دیگه بدون حساب بهشون اجر داده میشه، چک سفید. پس شما خواهر یا برادری که مشکلاتی دارید و صبر میکنید، فکر نکنید که اینها هدر میره. حتی فکر نکنید که ای کاش من وقتی که صرف رسیدگی به این بچه مریضم میکنم دعا میخوندم، قرآن میخوندم. نه، همین وقتی که صرف این بچه مریض میکنی، همسر مریضت میکنی، مادر پیرت میکنی، انقدر خدا به شما میده که اگر تمام عمرت هم قرآن میخوندی بهت نمیداد، چون میگه بدون حساب. پس اگر کسانی آسیب‌های جسمی دارند، این نه تنها دلیل بر ضعفی در روح نیست، بلکه میتواند باعث عظمت روح و بالا رفتن درجات در آخرت باشد. اما خود روح هم میتواند آسیب‌هایی داشته باشد. خیلی جالبه، ممکن است یک کسی به لحاظ روحی نابینا باشد، به لحاظ روحی ناشنوا باشد. این دیگه به جسم کاری نداره، جسمش خیلی هم ممکنه سالم باشه. مثلا خداوند متعال می‌فرماید که من کان فی هذه اعما فسنحشره یوم القیامه اعما. کسی که در دنیا نابینا باشد، در آخرت هم او را نابینا محشور می‌کنیم. این منظور کدوم نابینایی است؟ نابینایی جسمی؟ نه، کسی که در دنیا جسمن نابینا باشه در آخرت بینا ماشه. این نابینایی روحیه، خودش هم بعد توضیح میده. وقتی که در قیامت نابینا محشور میشه، میگه رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدایا چرا مرا نابینا محشور کردی در حالی که من میدیدم؟ خب ما که اول گفتیم اگه کسی نابینا باشه نابینا محشور میشه، این میگه من میدیدم. جواب اینه که بله، یعنی این چشمش میدید تو دنیا، اما در آخرت ملاک این چشم نیست، ملاک اون چشم دله، چشم روحه. چون اون بسته بود تو دنیا، حق را نمیخواست ببینه، تو آخرت هم نابینا محشور میشه. چون شما در آخرت طبق جسمتون محشور نمیشید، طبق روحتون محشور میشید. اگر یک کسی خیلی زیبا باشه تو دنیا، معناش این نیست که حتما تو آخرت زیباست. اگر یک کسی تو دنیا خیلی زشت باشه، معناش این نیست که تو آخرت زشته، به هم ربطی نداره اصلا، به روح بستگی داره. اگر روحت زیباست، اگر فضیلت‌هایی داری، اونجا اونها معلوم میشه. یوم تب تبل السرائر، اون باطن آشکار میشه. خب میگه رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدایا چرا مرا نابینا محشور کردی؟ من که بینا بودم. خداوند میفرماید کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. آیات ما، نشانه های ما را میدیدی ولی فراموش میکردی. و کذالک الیوم تنسا، حالا خودت فراموش میشی. تو به آیات ما بیمهری میکردی، حالا مورد بیمهری قرار میگیری. خب پس ببینید، الان اینجا ما بحثمون نابینایی روحی است. این که قرآن میفرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. انسان های بیمار دل،
انسان هایی که از نفاق رنج میبرند در دل هاشون، در دل روحشون، نه در این دل صنوبری بیماری است. بیماری وقتی علاج نشه چی میشه؟ گسترش پیدا میکنه، منتشر میشه. این که میفرماد فزادهم الله مرضان، نه این که خداوند متعال خودش مرض را میخواد اضافه بکنه، نه، چون توحید افعالیست ما همه چیز را به خدا نسبت میدهیم، و الا این نتیجه اهمال در معالجه بیماری هاست. بیماری گسترش پیدا میکنه. شما همتون این مثال رو فکر کنم شنیده باشید، مولوی مثال خاربن و خارکن رو میزنه. میگه یه کسی در خونش تو کوچه یه خاری در اومده بود، هر کسی از این کوچه رد میشد این خاره زخمیش میکرد، هی میگفتن آقا این خار رو وردار از این دم درت. میگفت بعدم ور میدارم، هی امروز به فردا، امروز به فردا. یه موقعی دید که اصلا کسی دیگه نمیشه رد بشه، خیلی دیگه بزرگ شده، گفت دیگه حالا باید این درش بیاریم، اما دیگه زورش نمیرسید، خاره هی قویتر و قویتر شده بود، خودش هی ضعیفتر و ضعیفتر شده بود. بیماری روحی اگر در سن نوجوانی معالجه بشه خیلی راحت تره. اگه نوجوان نبود در جوانی معالجه بشه بازم خوبه، اما اگر من بذارم 40 سال، 50 سال، 60 سالم شد، حالا بخوام در سنین کهولت و مشکلات عدیده جسمی و روحی و ضعف بخوام اون رو برطرف کنم، دیگه خیلی سخته. نمیگیم نمیشه، ولی خیلی سخته. شنیدید شیطان وقتی کسی به 40 سال از عمر برسه و زندگی با تقوایی نداشته باشه، زندگی آلودهی داشته باشه، شیطان میگه به ابی وجهن لن یفلح ابدا، میگه پدرم فدای چهره‌ای که امکان ندارد رستگار شود. 40 سال گوش کردی حرف منو، دیگه من خیالم راحته. البته میخوام بگم استثناء داره، ناامید نشه کسی، آدم تا اون آخرش هم میتونه اصلاح بکنه، ولی خیلی سخته. عزیزان جوان از این فرصت جوانی استفاده کنن، هم اراده قوی دارید، شما بدن قوی دارید، تعلقات خاطر کمتری دارید، مسئولیت کمتری دارید، و اگرم عادت بدی دارید، اخلاق بدی دارید، هنوز ریشه نکرده، از اینها باید استفاده کرد. پس بیماری قلبی اگر معالجه نشود گسترش پیدا می کند و عمق پیدا می کند، هم عرضی هم عمقی. فزادهم الله مرضا. اما به مرگ نمی رسه، روح نمی میره، جسم می میره. وقتی روح تعلقش به بدن قطع شد بدن می میرد، اما روح نمی میرد. منتها خوب عزیزان دقت کنید، منتها همین روحی که نمی میرد حالاتی ممکند برای او پیش بیاد که شبه مرگ، شبه مرگ. یه تعبیری در قرآن داره راجع به اهل جهنم، لا یموت فیها ولا یحیا، نه میمیرد که تمام شه، نه زنده است.
مگه ما بین مرگ و زندگی فاصله داریم؟ جواب اینه، یعنی انقدر این زندگی ضعیف است که مثل مردگی است، از این جهت مثل مردگی است که کاری نمیتونن بکنن برای خودشون، دردی، رنجی، عذابی رو نمیتونن از خودشون دور بکنند. پس مثل آدم مرده، از اون جهت زندن که درد رو میکشن. یعنی حساب کنید یه حالتی که شما درد میکشی ولی نمیتونی کاری کنی، لا یموت و فیها ولا یحیا. مثل اینکه مثلا یه کسی افتاده باشه دم مرگ، حالا یک حیوانی میاد روی صورتش، هیچ کاری نمیتونه بکنه، تکونی نمیتونه بخوره، اذیتش کنن، نمیتونه فرار کنه. نه مرده است که لااقل درد نکشه، درد جسمی، نه زنده است. لا یموت و فیها ولا یحیا. حالا یه نکته ظریفی که در قرآن داره، نکته ظریف دیگر اینه که انشاءالله وقتی شما بهش رفتید، اون زندگی را با دنیا مقایسه میکنید، میگید بابا اصلا اون زندگی نبود. ان الدار الاخرته لهی الحیوان، اصلا زندگی اونجاست، اینی که ما داریم نسبت به او هیچه. مثل جنینی که اونم زنده است، اما شما حیات جنین را با حیات ما مقایسه کنید، نمیتونیم بگیم مرده است، اما اون حیات کجا؟ این حیات کجا؟ حالا این حیات کجا؟ حیات اخروی کجا؟ پس روح نمیمیرد، ممکن است به یک حالاتی برسد که شبه مردگی است، لا یموت و فیها ولا یحیا، اما بیماری پیدا میکنند. بعضی ها هستند که آقا اینا قلبشون پاک، به تعبیر قرآن قلب سلیم دارن. حضرت ابراهیم از خداوند متعال تقاضای قلب سلیم کرد، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در روز قیامت فرزند به کار ما نمی آید. چرا فرزند به کار نمیاد؟ اینم یه نکته مهمی است، دقت کنید. چرا فرزند تو روز قیامت به کار نمیاد؟ چون دنیا با آخرت دو نوع سیستم ارزشی داره. حالا بخوام خیلی سادهش بکنم، پول دنیا تو آخرت اعتبار نداره، دنیا پول خودشو داره، آخرت پول خودشو داره. مثل که شما توی یه کشوری پوند داری، بری یه کشور دیگری که ریال داره، خب این پوند رو نمیتونی اونجا خرج کنی، اون ریال رو نمیتونی اونجا خرج کنی. صرافی هم تو اونجا نیست، اینجا صرافی داره، دقیق کردی؟ یعنی اگه شما میخوای بری اونجا ریال خرج کنی، نگو من پوند رو میبرم اونجا، اونجا ریالش میکنم، از این خبرانی. بگی من آقا کلی طلا و جواهر خونه جمع کردم، 10-12 تا بچه هم دارم و اینا رو میبرم اونجا تبدیل میکنم و خرج میکنم، ابدا. لا ینفع مال ولا بنون. اگر میخوای صرافی کنی همینجا بکن، بچت رو برای خدا تربیت کن، این بچه اونجا به دردت میخوره. حتی شما برای خدا تربیت کن، اگه بچه‌م بد در اومد بازم به دردت میخوره این تربیت. شما مسئول تربیتی، مسئول خوب شدن اون نیستی، اون ممکنه خوب بشه ممکنه نشه. بعضی قصه میخورن، آدمم قصه میخوره، ولی اگر شما میدونی که وظیفتو انجام دادی خیلی قصه نخور. خب حضرت نوح هم بچه‌ش بد شد. ما باید وقتی خیلی قصه بخوریم که دست رو دست میذاریم، هیچ کاری نمیکنیم،
به خصوص وقتی که بچه ها حرف شنوی دارن. شما وقتی بچه کوچیک داری، این بچه هی میاد دور و ورت، بهش توجه نمی کنی، خدای نکرده. نوجوان 10 سال 12 سال 13 سال هی میاد میگه بابا بریم بیرون، مامان بریم بیرون، میخوام باهات حرف بزنم، برام قصه بگو، توجه نمی کنی. بعد مثلا دیگه 17-18 سالش میشه میگه آه این میشه که اون چیزی که من میخواستم نشد، بچه جون بیا مثلا با هم صحبت کنیم، برو بابا تو حالیت نمیشه. حالا نگیدم تو دلش میاد تو چی میدون. اون موقعی که هی میومد خودشو ناز میکرد، لوس میکرد، میگفت بهم توجه کن، بهش توجه نمیکردی، حالا خودت هم بکشی نمیاد. اما اگر تربیت کردی، وقت گذاشتی، حالا خدای نکرده ناباب شد، شما ضرر نکردی، شما مزد تربیت تو میگیری. مثل پیامبری که زحمت تبلیغ را انجام بده مردم قبول نکنن. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد، نه اینکه 950 سال زندگی کرد، 950 سال عمر تبلیغیش بود. حالا بیشتر زندگی کرد. لبث فی قومه 1000 سنه الا 50 عاما. 950 سال با مردم کار کرد. چند نفر هدایت شدن؟ 80 خورده‌ای نفر. میتونید شما باور کنید؟ یه کسی، اونم پیغمبر، نه فقط نبی، رسول، نه فقط رسول، اولوالعزم، 950 سال کار کرده، فقط 80 خورده‌ای. یعنی به طور متوسط هر 12 سال یه نفر هدایت شده. من گاهی با مزاح عرض میکنم، میگم اگر حضرت نوح با هر کامیونیتی قرارداد داشت، بعد از 4-5 سال قراردادش رو کنسل میکردن. اونا آقا تو 12 سال میخوای طول بدی تا یه نفر هدایت بشه؟ اما خدا که اینجوری نگاه نمیکنه. خدا میگه میخواد 80 نفر هدایت بشن، میخواد 800 میلیون نفر هدایت بشن. تو کار خودتو کردی، من از تو گله‌ای ندارم، تازه تو رو میرسونم به مقام اولوالعزم. چرا؟ چون تو واقعا همت کردی. آخه ببینید، ما خیلی وقتا کارامون رو از خود اون کار انرژی میگیریم، انگیزمون اونقدر قوی نیست. ببینید مثلا شما حساب کنید، شما گل بکارید به امید اینکه تو بهار از گلش استفاده میکنه، درخت میکاری میگه آقا من 2-3 سال دیگه از میوه هاش استفاده میکنم. اما اگه به شما بگن یه گلی بکارید که 150 سال دیگه گل میده، میگه من بیکارم. ما هم اینجوری هم دیگه معمولا بگیم آقا شما نمیتونید یه مسجد خوب بزرگ تو لندن درست کنید، خب یه زمین بزرگ بخرید 50 سال دیگه یه دیگه میسازن. نه، ما باید خودمون با چشم خودمون ببینیم اینو. خب بنابراین باید یه چیز کوچولو بخریم. نمیتونیم صبر بکنیم، نمیتونیم آینده نگری کنیم، باید خودم ببینم اینو. لذا ما از خود کار یه مقدار انرژی میگیریم. حضرت نوح چنین انرژی نمیگرفت از کار. این مثل این ممونه، شما بهترین مجلس را برقرار کنی، سخنران خوب، سیستم صوتی، نمیدونم قضا، مدا، همه چی، هیچکی نیاد. یه شب هیچکی نیاد، 2 شب هیچکی نیاد، 100 شب هیچکی نیاد، کی ادامه میده؟ کی میگه آقا من وظیفم اینه که باید مجلس رو داشته باشم، شاید یه نفر اومد. معمولا این کار انجام نمیدن. لذا ما تو اراده هامون، تو عزممون مشکل داریم، زود میبازیم. حضرت نوح اراده ای داشت که با هیچ چیزی سست نمیشه. پس این تربیت نتیجهش دست شما نیست، هدایت، تعلیم، شما معلمی، حالا بچه ها خوب میشن دست شما، ولی تلاش خودتو باید بکنی. خلاصه مال، فرزند، خودشون تو آخرت به درد نمیخورن، باید اینجا تبدیل کنی. اگر این فرزندت برای خدا تربیت شد،
اگر پول تو دنیا تبدیل به ارز اونجا شد، پول در راه خیر مصرف کردی، اون وقت اونجا شما که رفتی اصلا قبل از اینکه بری قشنگ تبدیل شده، آماده برای شما چیه؟ هست و منتظر شماست. پس حضرت ابراهیم گفت که خدایا اون روزی که نه مالی به درد میخوره نه فرزندانی به درد میخوره فی نفسه، مگر اینکه تبدیل شده باشن، و فقط قلب سلیم به درد میخورد، و اگر کسی قلب سلیم داشته باشه پول و فرزندش هم به درد میخوره، خلاصه من قلب سلیم میخوام برای اون روز. اتفاقا خدا هم بهش قلب سلیم رو داد. از جا ربه به قلب سلیم. ببینید ابراهیم با اون عظمت میفهمه که آقا قلب بسیار کدورت ها، زنگ ها، بیماری ها ممکنه داشته باشه. میگه خدای قلب منو قلب سلیم قرار بده. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام در کافی هست، قلب سلیم رو تعریف میکنه. القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قلب سلیم اون قلبی است که وقتی به لقاء خدا نائل میشه، درش هیچ امر غیر خدایی نیست. خدا هست و هر چیزی که خدایی است. خداوند متعال این خاصیت را دارد. این نکته مهمی است عزیزان. خداوند متعال این خاصیت را دارد که اگر در قلب شما آمد، انقدر قلب شما بزرگ می شود که همه انسانها را می تونه جا بده. اگر قلب شما بزرگ شد، حیوانات رو هم می تونه جا بده. شما می شی رحمتون للعالمین، همه رو دوست داری اگر قلبت مار خدا شد. چون امکان نداره قلب توش خدا بره کوچیک بمونه. میشه قلب خدا بره توش کوچیک بمونه؟ حدیث قدسی میفرماید لا یسعنی ارضی ولا سمائی. خدا اینقدر عظمت دارد که این زمین و آسمان ها گنجایش خدا رو ندارن. این کهکشان ها که هنوز ما نهایتش رو نمیدونیم گنجایش خدا رو نداره. ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، اما قلب بنده مؤمن من مرا در خود جا می دهد. ببینید چقدر زیباست اگر ما قلبمونو به خدا بدیم، اگر بذاریم خداوند بیاد تو دلمون، اون وقت انقدر این قلب بزرگ میشه، انقدر ظرفیت پیدا میکنه. هر انسانی رو که میبینید میخواید محبت بش کنید، میخواید دوستی داشته باشید، خدمت بکنید. یک گلی میبینید تشنه است، میخواید بهش آب بدید. یه حیوانی میبینید گرسنه است، میخواید بهش غذا بدید. این قلبی است که توش خدا بره. اما اگر غیر از خدا بره تو قلب، ولو 100 چیز بره تو قلب، قلب بزرگ نمیشه. شما اگه همه پولای عالم رو تو دلتون بریزید، دلتون یک ذره بزرگ نمیشه. اگه نمیدونم به خونتون دل ببندید، به شغلتون دل ببندید، دلتون بزرگ نمیشه. فقط اگر به خدا دل بستید، بعد در سایه خداوند متعال همه چیز میاد. امام حسین علیه السلام یه تعبیری دارن در دعای عرفه، الهی، اینو اگر غیر از امام حسین
و معصومین بگن اون صفا رو نداره. چون میگم ادعاست، ولی اونها میدونن چی میگن. وقتی اونها میگن یعنی میشه. الهی انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، خدایا تو کسی هستی که غیرها را، دیگران را، ما سوى الله را از دلهای اولیاء خودت بیرون بردی، حتی لم یحبو سواک، غیر از تو اصلا کسی را دوست ندارد. نه اینکه انسانها را دوست ندارن، نه اینکه بچهشون را دوست ندارن، نه، یعنی در عرض تو، مستقل از تو، شریک برای تو به کسی دل نبستن، اما در سایه تو، در طول تو همه چیز رو دوست دارن. پس روح بیماری های خاص خودش را داره و سلامتی خاص خودش را داره. تو این شب عاشورا با این قلب‌های نورانی و باصفا از خداوند متعال خاضعانه تقاضا می‌کنیم که دل‌های ما را از خودش پر بکنه. اللهم اجعل قلبی بحبک متیما، خدایا این محبت خودت را تو تمام زوایای دل من ببر. دیدید مثلا شما اگه بخواید فرض کنید پنبه ای رو وارد مثلا یک بالش بکنید، هی فشار میدید همه جاشو پر بکنه. ما باید محبت خدا رو تو تمام زوایای وجودمون ببریم، یه ذره چیز خالی اونجا نذاری. قلبی، اللهم اجعل قلبی بحبک متیما، متیم یعنی پر، و لسانی بذکرک لهجا، دلم پر از محبت تو باشه، زبانم هم به نام تو بچرخه. انشاءالله که اینطور بشه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلقت بثناك، عليك مني سلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، در کربلا یک عزایی بودم دلشون مملوم و از عشق خدا، امشب شب آخر عمر اوناست، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، فردا ز خون عاشقان این دشت دریا می شود، امشب کنار یک دگر بنشست آل مصطفی، امشب زینب حسین رو نگاه میکنه، حسین علی اکبر رو نگاه میکنه، فردا پریشان جمع جان چون قلب زهرا میشه، امشب بود برپا اگر این خیمه سال و لیل، و
فردا به دست دشمنان برکرده از جا می شود. اگر غروب عاشورا به صحرای کربلا ببین جز یه مقداری چادر سوخته چیزی نمی‌بینی. امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید ولی فردا صدای الامان زنده‌اش برپا می شود. امشب کنار مادرش لب بسته از غرق خفته فردا خدایا بسترش آغوش صحرا می شود. امشب به خیل تشنگان عباس باشد باز با اگر امشب تشنه‌اند اما امنیت دارند عباس بالا سرشونه. فردا کنار علقمه دیده سقا می شود. امشب که قاسم زینت گلزار آل مصطفی فردا ز مرکب سرنگون این سر برانا می شود. امشب بود جای علی آغوش گرم مادرم. امشب علی اکبر در کنار مادرش فردا تو گلها پیکرش پامال عدا میشود. امشب گرفته در میان اصحاب سار الله فردا حزیز فاطمه بیار و تنها می شود. امشب حسین هر طرف میره چند تا دورشن نکنه یک کسی به حسین زدمه ای بزنه. اگر حسین میخواد چیزی را بلند کنه چند نفر جلوش میره. اما فردا لحظه ای میاد که به اطرافش نگاه میکنه هیچ کسی را نمیبینه که کمکی کنه. امشب سر سر خدا بر دامن زینب بود. فردا انیس خولی و دیر نصارا می شود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي غلب يا زهراء